به نام خدا، با فصل هفتم دوره آموزشی CCNA Data Center در خدمت شما دوستان هستیم. توی فصل قصد داریم که شما را با مفاهیم مربوط به پروتکل STP آشنا کنیم. دوستان دقت داشته باشید که پروتکل STP جزء پیچیده‌ترین و سخت‌ترین پروتکل‌های این دوره محسوب میشه. شاید هم به تمامی کتابا و تمامی کارآموزایی که این دوره رو گذروندن یا دوره‌های CCNA رو گذروندن یا CCNA روت سوئیچ و در واقع CCNP سوئیچ رو گذروندن، همشون یه جورایی میگن که مهمترین و سخت‌ترین بحثمون STPه. ولی من بر این باورم که STP رو میشه خیلی خوب یاد گرفت، ولی نیازی هم نداره که شما دقیقاً به ریز بعضی از مسائل بپردازید. من قصد دارم که ابتدا مفهوم STP رو به شما بگم، بعد اینکه کامل مفهومش جا افتاد که چرا از پروتکل STP استفاده میکنیم. خود پروتکل STP رو اول کلیاتش رو میگم، بعد ریز ریز جزئیاتش رو خدمت شما خواهم گفت. پس اگه این فصل خوب بخونید و خوب بتونید مطالبی که اینجا میگم رو درک کنید، به مراتب خیلی راحت تر میتونید پروتکل رو یاد بگیرید. و نکته‌ای هم که قبل از شروع این فصل میخوام خدمتتون بگم اینه که STP در واقع همون داستان درخت پوشاست در دست ساختمان داده و طراح الگوریتم. لذا اونایی که این درس رو تو دوره دانشگاه گذرانده باشن خیلی راحت‌تر میتونن با این پروتکل کنار بیان و دونستن مفاهیم مربوط به درخت پوشا خیلی کمک خواهد کرد که این پروتکل رو خیلی راحت‌تر و بهتر یاد بگیرن. من قصد دارم که تو این فصل ابتدا بپردازم به مفهوم دلایل وجود افزونگی در شبکه، که ادمینای شبکه برای اینکه شبکه‌شون پایدار نگه دارن میان در شبکه‌شون از قصد افزونگی ایجاد میکنن. میخوام که چرا میخوای این کار انجام بدن. بعد این افزونگی ایجاد کردن در شبکه یه سری مشکلات رو برای ما به بار میاره و باعث میشه که توی شبکه‌مون یه سری مشکلات به وجود بیاد و یکی از این مشکلات همون ایجاد لوپ هست، یه حلقه است در داخل شبکه‌مون، چرا که باعث میشه که ترافیک همینجوری در شبکه‌مون بچرخه. بعد ما میخوایم که راهکاری براش معرفی کنیم، بگیم که چجوری میشه افزونگی داشت در شبکه بدون اینکه لوپ در شبکه‌مون اتفاق بیفته. پس دقت داشته باشه که STP یکی از مهمترین و پرکاربردترین پروتکل توی شبکه‌مونه و همیشه در شبکه در حال ران هست بدون اینکه ما خبر داشته باشیم، چرا که سوئیچ‌های سیسکو به صورت پیش‌ورز این پروتکل توش گنجونده شده و در حال فعالیته و اگر ما هم خبر نداشته باشیم از STP این خودش کار خودش انجام خواهد داد مگر اینکه ما غیر فعالش کرده باشیم. لذا وجود پروتکل STP جزء ضروریات یک شبکه محسوب میشه. برای اینکه ما ایجاد افزونگی بدون لوپ رو خدمتتون گفتیم، یه تعریفی از اسپنینگ تری یا درخت پوشا رو خواهیم گفت، بعد الگوریتم پروتکل درخت پوشا رو خدمت شما خواهیم گفت که در شبکه چه جوریه، چه معنی داره. برای اینکه اینا رو گفتیم، بعد می‌پردازیم که فرض کنیم که تو شبکه‌ای که ما داریم STP پیاده سازی شده و در حال کار کردنه، اگر تغییراتی در توپولوژی شبکه اتفاق افتاد، نحوه عملکرد STP به چه ترتیبی خواهد بود، و در نهایت یه پروتکل پیشرفته‌تر از STP خواهیم گفت به اسم RSTP یا Rapid Spanning Tree Protocol که در واقع نسخه جدید STP محسوب میشه و سرعت این پروتکل رو بسیار بهبود بخشیده. خب ابتدا می‌پردازیم به دلایل لزوم وجود افزونگی در شبکه. افزونگی همون معادل ریداندنسیه که معمولاً کابلهای شبکه از اون استفاده می‌کنن. ما می‌خوایم در شبکه ریداندنسی داشته باشیم. حال دلیلش هم مشخصه دیگه. معمولاً برای اینکه شبکه پایدار باشه، برای اینکه در صورتی که یک لینک ارتباطیمون قطع بشه، اون یکی لینک خود به خود بیاد در شبکه‌مون در واقع کار کنه، فرض کنه این سه تا سوئیچ به هم دیگه متصله، در واقع اگه این لینک رو ما نداشته باشیم، این سوئیچ 2 با سوئیچ 3 در ارتباطه، بخواد با سوئیچ 1 در ارتباط باشه، از طریق سوئیچ 3 در ارتباطه. حالا فرض کنیم که این ارتباط و این لینک قطع بشه، در این صورت از این لینک میخواد استفاده کنه برای ارتباط با سوئیچ 1 و سوئیچ 3. این خودش افسونگیه در شبکه و ما می‌خوایم که بدین صورت پایداری شبکه‌مون رو بالاتر ببریم. حالا سوال اینجا پیش میاد که وجود این لینک بین سوئیچ 1 و 2 باعث شده که یه لوپ بین شبکه‌مون ایجاد بشه. یعنی ببینید یه بسته میتونه از S2 به S3 بیاد، از S3 دوباره به S1 بیاد، دوباره به S2 بیاد، همینجوری بسته میتونه تو شبکه‌مون بچرخه که این خب موجب ایجاد لوپ و در نهایت ایجاد ازدحام در شبکه‌مون میشه. ولی در این حال هم افزونگی در شبکه خیلی ضروریه. معمولا افزونگی رو در شبکه بین لایه‌های دیستریبیوشن و
کور انجام میدن، یعنی جایی که خیلی برام مهمتره که پایدار شبکه‌مون بالاتر باشه. در لایه اکسس معمولا زیاد مهم نیسته، چون یک لایه اکسس خراب بشه فقط کاربرای اون لایه اکسس مورد در واقع اختراق قرار میگیرن، ولی اگه کور سویچ و دیستریبیوشن قطع بشه بخش اعظمی از شبکه‌مون تحت تاثیر قرار خواهد داد. خب مالتیپل سویچ ها و ترانک لینک هایی که بینشون وجود داره باعث ایجاد افزونگی میشه و لزومش هم گفتین خدمتتون و گفتین که افزونگی برای این به خاطر میمونه اگه لینکی از یک دیوایسی در واقع یا خود دیوایس هم فیل شد، لینک دیگه با دیوایس دیگه جایگزین اون بشه. دقت داشته باشه که افزونگی در همه لول های شبکه باید انجام بشه. افزونگی در خود سویچ باید انجام بشه، افزونگی در تعداد پورتایی که استفاده میشه، افزونگی در لینک ارتباطی باید انجام بشه. ما بیشتر بحثمون روی افزونگی روی لینک ارتباطیه، نه خود سویچ و در واقع پورتای مواب اون سویچ. خب ولی این افزونگی ایجاد کردن گفتم یه سری مشکلات ایجاد میاره، از جمله مشکلاتی که داشت یکیش لوپ بود، ولی لوپ واضح‌ترین و مهمترین مشکل این افزونگی محسوب میشه. ولی علاوه بر این 5 تا مشکل رو من اینجا دسته‌بندی کردم، گفتم که دستایی که من افزونگی استفاده کنم و حواسم نباشه امکان داره که 5 تا مشکل در شبکه‌ام ایجاد بشه، مشکلاتی که خیلی میتونه خطرساز باشه برای شبکه‌ام و پایداری شبکه‌ام رو تحت تاثیر قرار بده. اول مشکلی که هست برودکست استورمه که دونه به دونه رو خواهم گفت جلوتر، بعد مالتیپل فریم ترانسمیشنه، بعد اینکانسیستنت سویچ تیبله، در واقع جداول ناسازگاری که در سویچ ایجاد میشه، بعد لوپ هایی که به صورت اشتباه توسط کاربر ایجاد میشه، این خودش مشکلاتی من به افزونگیه، بعد یه استثنایی هم که داریم در مورد ات چنله. ات چنل همون مفهوم این که از چند تا لینک به عنوان یه لینک استفاده میکنیم برای ارتباط بین سویچ ها و دیوایس هامون در شبکه، اینو جلوتر خدمت شما خواهم گفت. پس ما اگر افزونگی در شبکه داشته باشیم امکان این که 5 تا مشکل در شبکه وجود داشته باشه هست. ما میخوایم این مشکلات رو دونه به دونه حلش کنیم، یعنی چون تو افزونگی رو نمیشه بیخیال شد، پس من حتما تو شبکه‌ام باید افزونگی داشته باشم، پس اینو من نمیتونم بیخیال بشم. پس اگه میخوام افزونگی داشته باشم، پس باید جلوی این 5 تا مشکل تو شبکه‌ام بگیرم تا شبکه‌ام پایدار باشه و بتونه کار خودش رو انجام بده. خب بپردازیم به تک تک این مفاهیمی که اینجا گفتم. ابتدا برودکست استورم رو میخوام اینجا بگم. ما توی شبکه‌مون فرض کنید که 4 تا سویچ داریم که این سویچ‌ها به دلیل اینکه ریدانسی میخوان تو شبکه‌مون داشته باشن به همدیگه متصلن. و می‌بینیم که یه دونه لوپ اینجا ایجاد کردن. یعنی یک بسته میخواد بره به این سویچ، از این سویچ دوباره به سویچ بعدی میخواد انتقال پیدا کنه، بعد به سویچ بعدی، بعد دوباره به همون سویچ مبدا میرسه. دوباره همین مسیر میتونه تکرار بشه. این باعث ایجاد لوپ در شبکه‌م میشه. حالا برودکست استورم چه موقع پیش میاد؟ فرض کنید ما یه کامپیوتر که اینجا هست میخواد یه آپ ریکوستی به سمت سویچش ارسال کنه. آپ ریکوست زمانی ارسال میشد که آدرس مقصد رو نداشت و میخواستیم که آدرس مقصد رو به دست بیاریم تا بتونیم با اون در ارتباط باشیم. حالا فرض کنید یه بسته ای میخواد این کامپیوتر ارسال کنه به سویچش. سویچ اول کاری که انجام میده چون آدرس مقصد رو نداره، این بسته رو فلوت میکنه در شبکه‌اش. یه مفهوم ریزی اینجا هست به نام فلوت و برودکست. دقت داشته باشید که برودکست گفته بودیم که ارسال به همه، ولی فلوت اینجا یه تفاوت ریزی با برودکست داره، اینه که فلوت ارسال به همه بجز خودش در واقع معنی میشه. یعنی این سویچ میخواد یه بسته رو به همه لینک‌های همجوارش ارسال کنه، به خود اون کلاینتی دیگه ارسال نمیکنه، چه لزوم نداره چون بسته از اون مسیر اومده، لذا فلوت میکنه به جای اینکه برودکست کنه. پس این سویچ فلوت میکنه به سویچ های همجوار خودش، همین سویچ ها همین کار رو ادامه میدن به سویچ همجوار خودشون ارسال میکنن، بعد دوباره سویچی که به مقصد نزدیکه از طریق دوتا مسیر که بسته دریافت کرده بود ارسال میکنه به کلاینت. همزمان که ارسال میشه این سویچ یه بسته ای که به رنگ بنفش اونجا مشخص کردن دریافت کرده رو هم به اینجا میفرسته هم به این سمت میفرسته، و یا این سویچ بسته ای که به رنگ قرمز دریافت کرده رو هم به سویچ همجوار خودش هم به کلاینت همجوار خودش میفرسته. الان درسته بسته مقصد رسیده، ولی پکت ما از بین نرفته، چرا که دوباره در داخل شبکه جریان پیدا میکنه به این لینک هایی که من جا مشخص کردم. دوباره همین بسته ارسال میشه به سویچ های همجوار خودش، همین ادامه پیدا میکنه در شبکه که باعث ایجاد برودکست استورم در شبکه هم میشه. پس
اصطلاح برودکست استورم زمانیه که من در شبکه‌ام لوپ دارم، بسته میخوام بفرستم، بسته درست شاید به مقصد رسیده باشه ولی هنجوری در شبکه در حال گردشه و این مشکل ایجاد افزونگی در شبکه است. پس من میخوام این مشکل رو حل کنم. چجوری جلوتر خواهیم گفت. پس تا الان من اول مشکلم رو متوجه شدم و گفتم که همین ادامه پیدا میکنه تا هیچ دلیلی هم واسه حساب کردنش وجود نداره. بپردازیم به دوم مشکلی که در شبکه در صورت وجود افزونگی خواهیم داشت. فرض کنید کامپیوتر A میخواد یه بسته بفرسته به کامپیوتر B. بسته رو تولید میکنه به سویچ بالا دستیش میفرسته. سویچ یاد میگیره که بسته که دریافت کرده از کامپیوتر A بوده، پس متوجه میشه که کامپیوتر A بر روی پورت 3 قرار داره ولی از طرف نمیدونه کامپیوتر B کجا قرار داره چون زی مجموعه خودش نیست. چیکار میکنه؟ پس فلات میکنه بسته رو در شبکه مثل همون داستان قبلی. بعدی که فلاد میکنه به سویچ های همجوارش میفرسته، به خودش دیگه ارسال نمیکنه. بس این سویچ ها هم بسته رو دریافت میکنن، بعد دوباره سویچ های دیگه مثل همین کار انجام میدن، فلاد میکنن به سویچ بعدی، سویچی که نزدیک کلاینت بی هست و به این ترتیب بی بسته ای که از سویچ پایینی گرفته رو دریافت میکنه از طریق سویچ بالا دستی خودش و فریمه میرسه به کلاینت بی. هدف ما تا اینجا انجام شد ولی دقت کنید یه بسته ای هم از بالا به سویچ در واقع بالا دستی کلاینت بی ارسال شده. این باعث میشه که کلاینت بی دوباره هم بسته رو دریافت کنه و این کمی سردرگمی برای کلاینت بی به وجود میاره. میگن که چرا من این بسته رو دوبار دریافت کردم؟ شاید این باعث بشه که کلاینت بی دچار اشتباه بشه و بسته دوم که شاید هم مثلا خراب شده باشه اونو استفاده کنه، یا اینکه هزار تا مشکلات دیگه به وجود میاد. پس دوم مشکلمون چیه؟ امکان داره که من از طریق چند کانال یک بسته رو دریافت کنم، در حالی که اگر این لینک ارتباطی وجود نداشت من فقط از طریق یک کانالم این بسته رو دریافت میکردم. پس افزونگی در اینجا یه مشکل برای من ایجاد کرد که باعث شد که کلاینت B دوباره یه بسته رو دریافت کنه و امکان داره که مسائل مختلف اگر وجود داشته باشه به این سویچه چندین با این بسته رو دریافت کنه. خاطر هم به این مشکل میگم مالتیپل فریم ترانسمیشن، یعنی انتقال چندگانه به مقصد. یه بسته رو چند بار به مقصد ارسال میکنیم ما. پس اینم دوم مشکلی که در شبکه میتونه به وجود بیاد. و اما سوم مشکلمون این کانسیستنت سویچ تیبله، یعنی جداول سویچ که به صورت ناسازگار هستن. ببینید که یعنی چی این مشکل. فرض کنید که دوباره کامپیوتر A میخواد که بسته بفرسته به کامپیوتر B، اینو تحویل میده سویچ بالا دستی خودش. سویچ بالا دستی یاد میگیره که بسته که دریافت کرده از کامپیوتر A بوده و اونم متصل به پورت 3، اینو یادداشت میکنه ولی از یه طرفی هم کامپیوتر B رو زی مجموعه پورتای خودش نمیبینه. پس چیکار میکنه؟ فلوت میکنه در شبکه. پس چیکار میکنه؟ به سویچ‌های همجوار خودش ارسال میکنه. سویچ‌های همجوار خودش هم کار رو تکرار میکنن و میفرستن به سمت سویچ‌های بعدی تا برسه به سویچ بالادستی مقصدمون. سویچ بالادستی مقصدمون میبینه که دوتا بسته دریافت کرده که از سمت کامپیوتر A اومده، ولی یه بسته رو از پورت 1ش دریافت کرده، یه بسته رو از پورت 2ش دریافت کرده. الان حالا براش سوال پیش میاد که کامپیوتر A که بسته رو میخواست بفرسته به کامپیوتر B از کدوم سمت برای من ارسال کرده؟ از این سمت یا از این سمت؟ یا من بخوام به کامپیوتر A دسترسی پیدا کنم، از این سمت میتونم دسترسی پیدا کنم یا از این سمت میتونم دسترسی پیدا کنم؟ لذا باعث میشه که در سویچ تیبل خودش که همون مک آدرس تیبله یه بحث ناسازگاری پیش میاد. در واقع نمیدونه که اگر خواست بسته بفرسته به سمت کامپیوتر A از این سمت بفرسته یا از این سمت. این سوم مشکلیه که در صورت وجود افزونگی در شبکه امکانش هست پیش بیاد و ما باید برای این هم یه راهکار داشته باشیم. حالا مشکل گرشن که هست توی استاد قبلی این رو خدمتون گفتم، اینجا هم احتمال هست که برگرده بسته به سمت هم مبدأ و مبدأ نفهمه که اون بسته که دریافت کرده الان از کدوم پورت دریافت کرده. در واقع توی جدول خودش سه تا اینتری به وجود میاره و متوجه نمیشه که A روی کدوم پورتشه، پورت 3ش هست، پورت 1 یا پورت 2. چهارم مشکلمون ایجاد لوپایی که در واقع به اشتباه ایجاد شده. در واقع لوپی که هیومن میستیک یا اشتباه انسانی توش دخیل بوده. فرض کنید که من یه سویچ دارم، یه سه کابل میخوام به هم دیگه متصل کنم.
دو تا کاب برمیدارم، از یک سویچی به سویچ دیگه متصل میکنم. خب مطمئنا این خودش یه لوپ ایجاد خواهد کرد بین دو تا سویچم. به این در واقع میگیم لوپ هایی که به اشتباه ایجاد شده توسط ادمینای شبکه‌مون. اینم چهارم مشکلی که احتمال بروزش هست و ما باید جلوی این چهارم مشکلم بگیریم. مشکل بعدی که گفتم یه استثنایی هم هست، در واقع خود این مفهوم این مشکل رو حل کرده، مشکل اتر چنله. اتر چنل اول مفهومش به این ترتیبه که ما بخوایم بین دو تا سویچ بیش از یک لینک ارتباطی داشته باشیم، این زمانی به درد میخوره که فرض کنیم پورتای سویچ ما هر کدوم گیگن، من اگر یک کابلی از یک سویچ به سویچ دیگه متصل کنم یا از سویچ یک به سویچ سه متصل کنم، در واقع ارتباط لینک ارتباطی من یک گیگ خواهد بود. شاید لازم باشه که من لینک ارتباطیم 2 گیگ باشه، 3 گیگ باشه یا 5 گیگ باشه. اون موقع میام چند تا لینک بین دو تا سویچ متصل میکنم و یه سری تنظیماتی انجام میدم که این 5 تا به یه لینک در واقع دیده بشه به صورت مجازی. انگار من یه لینک بین این دو تا دارم ولی حجمش 5 گیگه. به این مفهوم میگم اتر چنل. اگر اتچنت درست انجام نشده باشه، امکانش هست که همین دوتا کابلی که به هم دیگه وصل کردن ایجاد لوپ برامون بکنه. ولی اگر اتچنت درست انجام شده باشه، این مشکل رو ما دیگر نخواهیم داشت. پس اینم 5 مشکلی که در صورت اگریگیت کردن یا تجمیع کردن چندین لینک با هم دیگه و ایجاد اتچنت امکانش هست که به وجود بیاد. خب ما مشکلات رو فهمیدیم، متوجه شدیم که تأثیر اینجا در افزودگی در شبکه چه مشکلاتی امکان بروزش هست. بعد ما میخوایم که افزودگی در شبکه داشته باشیم و افزودگی در شبکه لوپ ایجاد نکنه و این مشکلات برامون ایجاد نکنه در شبکه‌مون. پس من نیاز دارم که برای رسیدن به یه مقصدی حتما فقط یک مسیر داشته باشم، نه دوتا مسیر. و اگه میخوام دوتا مسیر داشته باشم، در صورتی که مسیر اصلیم دایره و اکتیو هست، لزوم نداره که اون روشن باشه، اونو موقتا خاموشش کنم. ولی این لینکه در واقعیت وجود داشته باشه، ولی موقتا من برای اینکه لوپ ایجاد نشه اونو خاموشش کنم و در صورتی که نیاز بود اون لینک روشن کنم. و بدیهیه که وقتی که نیاز بود اون لینک روشن بشه، باید این کار اتوماتیک انجام بشه و خیلی سریع باید این کار اتفاق بیفته، که مطمئنه اگه انسان میخواد این کار انجام بده یک کمی طول خواهد کشید. ما میخوام این کار در کسری از ثانیه انجام بشه. یعنی ادمین شبکه میخواد خیالش خیلی راحت باشه که من بین مبدأ و مقصدن دوتا مسیر وجود داره، یکیش برای اینکه لوپ ایجاد نشه خاموشه و اگر اون لینک اصلی از کار افتاد، لینک دومی به صورت اتوماتیک و در کسری از ثانیه بالا بیاد، به صورتی که کاربرا که در دو طرف قرار دارن اصلا اینو سنس نکنن. دوستان این کار رو پروتکل STP برامون انجام میده. پس اهمیت وجود پروتکل STP ما متوجه شدیم. هر جا در شبکه افزونگی میخوام داشته باشیم، پروتکل STP اونجا مطرحه. و چون راهکاری که معرفی شده که هم راهکار سختیه، خاطرم همه کاربران معمولا با این پروتکل مشکل دارن، در فهمش مشکل دارن. گفتن که سویچ ها به صورت پیش‌فرض اینو دارن، لزوم نداره که من بیام پروتکل STP رو تو شبکه‌ام پیاده سازی کنم، همه سویچ این قابلیت رو دارن، فقط چند بخشش رو بفهمم کافیه، اینم زیاد سخت نیست. پس این پروتکل زیاد سخت نگیرید، مفهومش خوب یاد بگیرید، بفهمید که چجوری داره کار میکنه و تو شبکه‌ام چجوری داره استفاده میشه. خب الان میخوام بفهمیم که پروتکل STP چیه و چجوری داره کار میکنه در شبکه‌مون. قبل اینکه من بحث شروع کنم، شما احتمالاً در دست ریاضی گسستتون، در دست ساختمان دادتون مفهوم درخت خونده باشید و تفاوتش با گراف احتمالاً به شما گفته باشن. تنها تفاوت اصلی که بین درخت و گراف وجود داره اینه که گراف در واقع همون درخته، ولی میتونه توش لوپ هم وجود داشته باشه. ولی درخت همان گراف بدون لوپ یا دوره. این مفهوم ساده‌ای که از درخت میتونیم داشته باشیم. در واقع وقتی که میگیم اسپنینگ تیوری، در واقع درختی است که پوشو هم باید باشه. پس وقتی که کلمه درخت میاد، خود به خود پس به این معنی که توپولوژی شبکه جوری باشه که توش لوپی وجود نداشته باشه. اسپن که به وجود میاد پوشا باشه. پوشا به معنی این که توپولوژیک درختی که من تشخیص میدم تمام دیوایس های شبکه‌م اونجا وجود داشته باشه و علاوه بر اون تمام دیوایس ها به همدیگه مسیری وجود داشته باشه. اینجوری نباشه که یه دونه در واقع دیوایس وجود داشته باشه که هیچ مسیری با سایر دیوایس ها در شبکه نداشته باشه. پس من باید یه درختی تشخیص بدم که علاوه بر این که لوپو از شبکه‌م حذف کرده،
تمام دیوایس ها به همدیگه مسیری داشته باشن. فرض کنید من چه شبکه‌ای دارم و برای ایجاد پایداری شبکه اومدن یه لینک افزونگی بین اینا برقرار کردم. این افزونگی باعث شده که لوپ بین این سویچ ها اتفاق بیفته. در واقع من اینجا در شبکه‌ام دو تا لوپ دارم. من میخوام این مشکل رو حل کنم. اول سوالی که پیش میاد که این درخت نیست، یه گرافه، چرا که لوپ داره؟ من میخوام با STP این گراف رو به درخت تبدیلش کنم، ولی با اون شرایطی که بهتون گفتم، یعنی یه لینکی میخواد حذف کنه. اگر لینک اصلی قطع شد، این لینکه که خاموشه الان خود به خود و به صورت اتوماتیک و در کسری از ثانیه بتونه شروع به کار بکنه. فرض کنم من درخت اینجوری درست کردم، لوپا رو حذف کردم، اوکی، لوپی بین درخت ها وجود نداره، ولی یه مشکل اینجا به وجود اومده، اینه که من اسپنینگم رو رعایت نکردم. اسپنینگ چی بود؟ میگفتین تمام دیوایس ها باید تو شبکه باشن و همچنین بین تمام دیوایس ها یه مسیر وجود داشته باشه. این سویچ تک و تنها اینجا مونده. پس این درختی که من کشیدم یه مشکلی داره، باید مشکلش رو حل کنم. ولی این درسته، من در واقع با STP اومدم یه درخت ایجاد کردم که تمامی دیوایس ها توش هست، بین تمامی دیوایس ها مسیری وجود داره و همچنین هیچ حلقه یا لوپی در شبکه من ندارم. این نمونه ای از ایجاد STPه. در واقع پروژکل STP این کار انجام میده، اون گرافی که به ما داده بودن رو تبدیل میکنه به این درخت. پس ما در حالت کلی نحوی عملکرد STP رو یاد گرفتیم. میخوام یکم جزئی تر وارد بشیم، ببینیم که جزئی ترش چه ترتیبی هست. اگه بخوام بیشتر در مورد STP با هم دیگه صحبت کنیم، در حالت STP در واقع STP میاد افزونگی در شبکه‌مون حفظ میکنه، ولی لوپ از شبکه‌مون حذف میکنه و اون لینک هایی که باعث ایجاد لوپ شده بود رو به صورت مصلحتی دیزیبل میکنه، خاموش میکنه. این پروتکل رو توسط سازمان IEEE به اسم 802.1D اسم گذاری شده و بعد این که در واقع STP در شبکه پیاده سازی شد، ادمینای شبکه معمولا گره داشتن، گفتن که اوکی، حلقه ها رو حذف کرده از شبکه‌ام، لینکام اوکی هستش، درخت رو تشکیل داده، ولی یه مشکل کندی در شبکه‌ام ایجاد کرده. لذا اومدن گفتن که این مشکل هم حلش کنیم و اومدن یه پروتکل دیگه‌ای به اسم RSTP یا Rapid STP رو معرفی کردن و اسمش رو گذاشتن 802.1W. Rapid STP تقریبا همانند STPه ولی مشکل کندیش رو حل کرده. چجوری؟ آخر این فصل اینو خدمت شما خواهیم گفت. و دوباره تاکید میکنم که بر روی تمامی سویچ های سیسکو پروتکل STP به صورت پیشفرض وجود داره و در حال اجراست. لذا نیازی به انجام تنظیمات برای پروتکل STP به صورت پیشفرض وجود نداره، مگر اینکه بخوام STP مطابق میل من کار کنه، اون موقع باید تنظیماتش رو عوض کنم. و اما الگوریتم STP به چه ترتیبیه؟ در کل STP از 4 مرحله برای انجام کار خودش استفاده میکنه. فرض کنید که گراف رو به پروتکل STP دادن، میخواد در واقع با الگوریتمی که درون خودش گنجونده شده درخت پوشا رو برامون به وجود بیاره. چیکار میکنه؟ در مرحله اول میاد یک سویچ از اون گراف رو به عنوان روت بریج معرفی میکنه. دوستان دقت داشته باشه که در پروتکل STP به جای واژه سویچ از بریج استفاده شده. پس شما هر موقع دیدی کلمه بریج در STP همان اشاره میکنه به سویچ. پس یکی از سویچ ها رو به عنوان روت بریج معرفی میکنه. سویچ ریشه یا پل ریشه. سپس بر روی تمامی سویچ ها یکی از پورت ها رو به عنوان روت پورت معرفی میکنه. حالا اینا رو به اساس یه اصولی انجام میده، اصولش رو جلوتر خواهیم گفت و در حد کلی میخوام یه اوورویوی داشته باشی بر این پروتکل. پس در گام دوم میاد از هر سویچی که در شبکه وجود داره یک پورت به عنوان روت پورت معرفی میکنه، پورت ریشه. بعد در گام سوم میاد در هر بخشی، دقت کنید گام دوم سویچ بود، روی هر سویچی یه دونه از پورت رو به عنوان روت پورت معرفی میکنه، در گام سوم در هر سگمنتی، سگمنت منظورمون در هر لینکی، یک پورت به عنوان دزیگنیتد پورت معرفی میکنه. بعد این کار انجام داد، بقیه پورت هایی که در شبکه وجود داره رو که به سویچ های دیگه وصله مصلحتی خاموشش میکنه و نگه میداره که در صورت نیاز از اونا استفاده کنه. پس این 4 مرحله انجام میده تا بتونه پروتکل STP در شبکه من پیاده سازی کنه. من شماتیکی از انجام الگوریتم STP رو در اینجا آوردم. فرض کنید که من یه شبکه دارم که 4 تا سویچ داره. این لایه اکسس هم محسوب میشه یه جورایی، این لایه دیستریبیوشن یا توزیع محسوب میشه و این لایه کور محسوب میشه.
من میخوام SCP رو اینجا پیاده‌سازی کنم، چرا که یه لوپ بین دو تا لایه کور و دیستریبیوشن اینجا وجود داره. در گام اول گفتیم که یک سویچ به عنوان روت بریج انتخاب میکنه. شما فرض کنین که من سویچ A رو به عنوان روت بریج انتخاب کردم. در گام دوم چیکار میکنه؟ گفتیم که روی هر سویچی یکی از پورتایی که به سویچ‌های دیگه متصل هست و به عنوان پورت روت معرفی میکنه. دقت داشته باشه که این قانون روت پورت روی روت بریج انجام نمیشه، در سایر سویچ این کار انجام میده. در واقع هیچ پورتی از پورتای روت بریج به عنوان روت پورت معرفی نخواهد شد. برای که این کار انجام داد میره که مشخص کنه کدوم پورتا دزیگنیتد پورتن. گفتیم که روی هر سگمنت یا هر لینکی یک پورت به عنوان پورت دزیگنیتد مشخص میکنه. دقت کنه که این یه لینک باشه، یکیش روت پورت مشخص کنه، پس پورت بعدش به عنوان دزیگنیتد پورت معرفی میکنه. اینجا مثل همین، اینجا دو تا پورت وجود داره که هیچ کدومش روت پورت نیستن، پس یکیشو به عنوان دزیگنیتد پورت مشخص میکنه. من دزیگنیتد پورت رو برای اینکه راحت بشه DP میگم، یکیشو به عنوان DP مشخص میکنه. اینجا هم مثل همین، دقت داشته باشه که چون روت پورت روی بریج وجود نداره، تمامی پورت های متصل به روت بریج همیشه در حالت DP هست. پس این هم میتونه یه نکته ظریفی در پروتکل SCP باشه. برای اینکه این کار انجام شد، در گام چهارم میاد پورت هایی که نه روت پورتن نه دزیگنیتد پورتن اونا رو کلوز میکنه، در واقع خاموشش میکنه. یه پورت داریم که در این توپولوژی به هیچ چیزی اسم گذاری نشده، پس میاد اونو خاموش میکنه. این در حالت کلی نوعی عملکرد SCPه. اگر من اینو خاموش کنم در واقع لینکم انگار من ندارم، پس لوپ در شبکه‌ام حذف شده. در این حال تمامی سویچ‌ها در شبکه‌ام وجود داره و بین تمامی سویچ‌ها یه مسیری حداقل هست، پس SCP من درست عمل کرده اینجا. حالا ببینیم که چجوری روت پورت رو مشخص میکنه، چجوری روت بریج رو مشخص میکنه، چجوری پورت های DP رو مشخص میکنه. اینا رو بچه اصول میخواد انجام بده. یکم دیتیل تر پروتکل SCP رو بررسی کنیم. قبل اینکه بحثو باز کنیم، گامای الگوریتم SCP رو با هم دیگه بررسی کنیم. یه بحثی هست به اسم بریج ID. هر کدوم از این سویچ ها یه دونه بریج ID دارن، یا همون سویچ ID دارن. بریج آیدی یا همون بی آیدی از دو تا بخش تشکیل شده. بخش اولش پرایوریتی ولیو یا مقدار اولویته. بخش دومش هم مکادس خود بریج یا همون سویچ است. دو تا ترکیبی از این دو تا میشه به عنوان بی آیدی که عدد اولویته به صورت پیش‌فرض 327668 هست. این عدده میتونه از 1 تا 65536 تغییر پیدا کنه. اگر بخوام برای سویچی من عدد اولویت رو خودم تعیین کنم، باید حواسم باشه که مضاربی از 4096 باید باشه این عدد اولویته. اگر نه عوضش نکنن همون پیشفرزش میمونه، پیشفرزش هست 327668 که این خودش مضربی از 4096 در واقع 8 برابر 4096 میشه 327668. پس اگر من پروتکل SCP دو شبکه ران کنم و عدد اولویت عوض نکنم، تمامی سویچ ها عدد اولویتشون برابر هست با 327668 و مکادرسی که اینجا بین سویچ ها متفاوت خواهد بود، پس بریج‌آیدی تمامی سویچ‌ها مطمئناً متفاوت خواهد بود، هرچند اگر عدد اولویت هم یکسان باشه، چون مکادس سویچ‌ها مطمئناً با هم دیگه یکسان نخواهند بود. حالا که بی‌آیدی متوجه شدم چیه، بریم سراغ پروتکل SCP. گام اول پروتکل SCP این بود که میاد یکی از سویچ‌ها رو به عنوان روت بریج انتخاب می‌کنه. گفتیم که هر سویچی یه بی‌آیدی داره که بی‌آیدی هم از عدد اولویت به اضافه مکادس در واقع تشکیل شده. SCP میاد برای اینکه یک سویچ رو به عنوان روت بریج انتخاب کنه، با استفاده از بسته‌های BPDU که مخفف بریج پروتکل دیتا یونیت، میاد انتخاب نود روت بریج انجام میده. در واقع میاد بسته‌های BPDU رو که جلوتر میگم بهتون که این BPDU چه بسته‌ایه و چه محتوایی داره، اینو برای اینکه روت بریج انتخاب کنه به سویچ همجوار خودش میفرسته. وقتی که سویچ های همجوار این بستر دریافت کردن، بی آی دی که در داخل اون بی پی دیو وجود داره با همدیگه مقایسه میکنه و کمترین بی آی دی به عنوان بی آی دی روت بریج انتخاب میکنه. در واقع روت بریج سویچی هست در شبکه که دارای کمترین بریج آی دی هست.
این کار مثلا اتوماتیک انجام میشه. حالا ادمین شبکه میتونه با عوض کردن عدد اولویت این کار رو جوری تنظیم کنه که بریج آیدی مثل حالت دینامیک نباشه، مثل حالت اتوماتیک به وجود نیاد. یعنی عدد اولویت یه سویچ بالاتر بکنه، چون عدد اولویتش بالاتره پس مطمئنن اون سویچ به عنوان بی آیدی یا روت بریج در واقع معرفی میشه. خب اگر یک کمی عمیق‌تر بدون جلو انتخاب روت بریجو به این ترتیبی که وقتی سویچ شروع به کار میکنه یه دونه بی پی دیو به سویچ همجوار خودش میفرسته که در داخل اون بی پی دیو بی آی دی خودش رو میفرسته و این کار رو هم دو ثانیه یک بار انجام میده و در گام اول تمامی سویچ ها خودش رو ممانه روت بریج معرفی میکنن، مگر اینکه یک بسته بی پی دیو دریافت کنن که بی آی دی که در داخل اون بسته بی پی دیو وجود داره مقدارش کمتر از بی آی دی خودش باشه. در این صورت این بی آی دی جایگزین بی آی دی خودش میکنه و در واقع روت بریج رو بی آی دی کمتر محسوب میکنه و این کار ادامه پیدا میکنه تا نهایتا تمامی سویچ ها به این توافق برسن که کمترین بی آی دی مربوط به کدوم سویچه و اون سویچ به عنوان روت بریج انتخاب کنن. پس در حالت کلی اگر بخوام بگم در ابتدای پروتکل SCP تمامی سویچ ها با همدیگه صحبت میکنن تا در نهایت به این توافق برسن که بیادی کدوم سویچ از همه پایین تره و اون سویچ به عنوان روت بریج انتخاب میکنن. این در واقع خلاصه گام اول پروتکل SCPه. و اما گام دوم پروتکل SCP به چه ترتیبیه؟ گام دوم چی بود؟ انتخاب نود روت پورت، یعنی میاد بر روی تمامی سویچ ها یکی از پورت ها رو به عنوان روت پورت انتخاب میکنه. طبق چه اصولی که انجام میده؟ دقت کنید مثلا سویچ C دو تا پورت داره، این پورت رو به عنوان روت پورت انتخاب کرده. خب چرا این کار انجام داده؟ قانونش اینه، میاد بر روی هر پورتی کوتاه‌ترین مسیر به سمت روت بریج محاسبه میکنه و اون کوتاه‌ترین مسیر رو به عنوان روت پورت انتخاب میکنه. در واقع سویچ میاد بر روی هر پورتی که روش وجود داره میگه که من دو تا پورت دارم، از این پورتم کوتاه‌ترین مسیر به روت بریجم کاستش هست 19، از این پورتم کوتاه‌ترین مسیر هست یه بار به سویچ B با کاست 19، بعد دوباره از سویچ B به سویچ A بره با کاست 19. یعنی میبینید که 38 کاستم میشه اگر از این پورت بخواد بره سمت روت بریج. در نهایت کوچیک‌ترینش میشه پس این پورت و از این پورت به عنوان روت پورت انتخاب میکنه. اینجا مثل همین سویچ B نگاه میکنه سه تا پورت داره، در واقع این پورت که اصلا مسیری نداره برای رفتن به سمت روت بریج. اگه بخواد بره باید یه بار بره D، دوباره برگرده به B و از این سمت بره، از مطمئنن کاستش خیلی بیشتر خواهد بود. بعد دوتا مسیر دیگه میمونه، یکی این مسیر، یکی هم این مسیر. این مسیر که کاستش هست 19 و این مسیر هم هست 19 تا سویچ C و 19 هم از سویچ C تا A میشه 38. پس این مسیر کوتاه‌ترین مسیر تا روت بریجه، پس این پورت رو به عنوان روت پورت انتخاب میکنه. سویچ دی هم مثل همین، ببینید که از طریق B بخواد مستقیما بره به A کوتاه‌ترین مسیر حساب میشه و از اینجا مثل همین. اصلا شاید لزوم نباشه من این رو انتخاب کنم رو سویچ D چون یک لینک بیشتر نداره، پس اون پورتی که رو سویچ D هست به اون روت پورت انتخاب میشه مطمئنا. پس نکته ظریفی که اینجا هست اینه که هر سویچی اگر یک پورت روش فعال شده باشه برای ارتباط با سویچ دیگه، پس اون پورت به عنوان روت پورت انتخاب میشه. پس قانون انتخاب نود روت پورت هم به این ترتیب شد. تنها نکته‌ای که اینجا میمونه این که من کاست بین سویچ‌ها رو چجوری به دست بیارم. خب اینجا کاستش مشخص شده بود که تونستم به راحتی روت پورت‌ها رو مشخص کنم. خب خود این کاست ها من چجوری به دست بیارم؟ برای این سوالم سازمان IEEE اومده برای هر لینکی که دارای سرعت خاصی هست یک کاستای مشخص کرده. مثلا گفتن اگر لینک ارتباطی شما 10 مگ هست، کاست اون در واقع لینکت برابر 100ه. اگر 100 مگ هست برابر 19ه. دقت کنید که توی مثال قبلیمون همش 19 بود کاستشون، یعنی 100 مگه. 100 مگ هم همون برابر فست اینترنته. اگر 1 گیگ هست یعنی گیگابیت اینترنت هست، کاستش رو 4 بذارید. اگر 10 گیگ هست کاستش رو 2 بذارید. 40 گیگ هست کاستش رو 1 بذارید. در واقع پروتکل SCP بر اساس لینکی که وجود داره بین سویچ ها این کاستا رو با این تیبل به دست میاره. حالا این تیبل هم توسط IEEE سال به سال آپدیت میشه، چرا که قبلا 40 گیگ نداشت، الان 40 گیگ هم داریم. پس هیچ نقطه ابهامی در انتخاب روت پورت وجود نداره. میاد روی هر سویچی کوتاه‌ترین مسیر از هر پورتی به روت بریج انتخاب میکنه، محاسبه میکنه، پس اونی که از همه کوچیک‌تره رو انتخاب میکنه به عنوان روت پورت. پس گام دوم به این راحتی انجام میشه.
ولی یه سوالی که پیش میاد، احتمال داره که مثلا تو این توپولوژی یه سویچی دوتا پورت داشته باشه که میخواد یکیش رو به عنوان روت پورت انتخاب کنه، ولی مسیری که تا روت پورت وجود داره یکسانه در دوتا پورتش. این حالت استثنا هم وجود داره. برای اینکه این کار در واقع انجام بده و یکی از پورت‌ها رو به عنوان روت پورت انتخاب کنه و این کارم الزامی حتما یکیش رو باید انتخاب کنه، میاد بر اساس قانون دوم محاسبه میکنه. یعنی میگه که اگر فرض کنه اینجا فست 0.1 هم باشه و اینجا فست 0.2 هم باشه، فست رو برابر 128 قرار میده و اگر 1 باشه 128 1، اگر 2 باشه 128 2 قرار میده. اونی که از همه کوچیک‌تر به عنوان روت پورت انتخاب میکنه. پس اگر اینجا فست 1 باشه، اینجا رو به عنوان روت پورت انتخاب میکنه. پس اینم حالت استثنایی بود که در انتخاب روت پورت داشتیم و گفتیم که بر اساس نوع پورتش و شماره پورتش این مشکل رو پروتکل STP حل میکنه. و ما بریم به انتخاب نود DP در گام سوم STP وجود داشت. DP میاد بر اساس این قانون عمل میکنه، میگه که در هر لینک کوتاه‌ترین مسیر به سمت روت بریج رو به عنوان DP انتخاب میکنه. کوتاه‌ترین مسیر در هر در واقع سگمنت رو به سمت روت بریج. دقیق کنید که در گام دوم سویچ می اومد رو تمام پورتاش مسیر رو محاسبه میکرد به سمت روت بریج و کوتاه‌ترینش انتخاب میکرد. ولی در اینجا میبینید که روی هر لینکی میاد کوتاه‌ترین مسیر انتخاب میکنه و هر پورتی که کوتاه‌ترین مسیر داشت به عنوان DP انتخاب میکنه. برای مثال روی روت بریج که اگه فرض کنین کوتاه‌ترین مسیر در واقع همه پورتا کوتاه‌ترین مسیر به سمت روت بریج دارن، بس روی روت بریج تمامی پورتا به عنوان DP انتخاب میشه. روی سویچ بی فرض کنید سه تا پورت داره در واقع. یکیش که روت پورت انتخاب شده پس با اون کار نداریم، دو تا پورت داره. میاد در واقع اگر لینکی در نظر بگیریم، اگر این لینک باشه این روت پورت بود، پس اینو به سمت روت بریج و مسیر به عنوان دزیگنی پورت انتخاب میکنه، DP انتخاب میکنه. روی این که اگر در نظر بگیریم از این پورت به سمت روت بریج فقط یه دونه مسیر وجود داره، اونم کاستش 19ه، ولی از این سمت بخواد بره کاستش برابر با 19 به اضافه 19. حالا میخوام ببینیم که نحوه انتخاب DP به چه ترتیبیه، در واقع گام سوم استری به چه ترتیبی است. گام سوم میگه که روی هر لینکی کوتاه‌ترین مسیر از هر لینکی در واقع از سر لینک به سمت روت بریج به عنوان DP انتخاب میکنه. یه قاعده هم که داره اینجا نانوشته است این که اگه روت پورت انتخاب شده باشه دیگه با اون کاری نداریم، میره سراغ اون یکی سر لینکه. پس اگه نگاه کنیم دو تا لینک داریم که یه سمتش روت پورت انتخاب شده، سمت دومش رو محاسبه می‌کنیم ببینیم که کوتاه‌ترین مسیر از این به سمت روت بریج چه مسیریه، که ببینیم که چون متصل به سمت روت بریج پس تمام پورت‌های روت بریج به عنوان DP انتخاب میشه. ولی اگه بخوام این لینک رو در نظر بگیریم، این سرش بخواد بره به سمت روت بریج کاستش هست 19، این سمتش اگه به سمت روت بریج بخواد بره این سمتش هم میشه 19. چون جفتش یکسانه در اصل بعدی خواهیم گفت که یه استثنایی براش قائم میشه و یکیش به عنوان DP انتخاب میکنه. حالا اینجا مثل همین، اینجا چون یه سرش به عنوان روت پورت انتخاب شده ناچرا اون یکی پورتش هم به عنوان DP انتخاب میکنه. پس DP هم قانون سختی نداشت، میاد رو هر لینکی انتخاب میکنه، میبینه که کوتاه‌ترین مسیر از هر دو سر لینک به سمت روت بریج چه مسیریه، اگر روت پورت نباشه اون به عنوان DP انتخاب میکنه. پس این هم شد گام سوم. گام چهارم هم بهتون گفتیم سایر لینک هایی که باقی مونده، سایر پورت هایی که باقی مونده برای اینکه لوپ ایجاد نشه رو خاموش میکنه. پس در واقع میاد این پورت مواب سویچ C رو خاموش میکنه تا لوپ ایجاد نشه. این نوعی عمل کرده پروتکل STP بود گام سومش. حالا یه استثنا در گام سوم وجود داره، این زمانی بود که از هر دو سر لینک به سمت روت بریج دو مسیر با کاست یکسان وجود داشت. اون موقع میاد بر اساس بریج ID انتخاب میکنه کدوم پورت باشه. فرض کنیم که توی مثالمون بریج ID سویچ B کمتر از بریج ID سویچ C باشه، ولی چون مسیرشون با هم دیگه یکسانه، یعنی کوتاه‌ترین مسیرشون هم از این پورت 19 هم از این پورت 19 نگاه میکنیم به بریج ID و چون بریج ID سویچ B کوچکتر از بریج ID سویچ C هست، پس این پورت انتخاب میکنه به عنوان DP. پس اینم نحوه رفتار عملکرد پروتکل STP زمانی که کاست دوتا مسیر یکسان باشه. این کلیات پروتکل STP بود که خدمتون گفتیم و نحوه عملکردش رو به صورت مختصر و جزئی تر خدمت شما توضیح دادیم. و این گام چهارمو که می اومد در واقع یه سری پورتایی که نه DP هست نه RP هست و دیزیبل می کرد. و اما وضعیت کلی پورتا در پروتکل STP به چه ترتیبیه؟
یعنی چی ما اومدن یه سری پورتا رو به عنوان روت پورت معرفی کردیم، یه سری پورتا رو به عنوان دی پی مشخص کردیم و یه سری پورتا رو هم خاموش کردیم. در پروتکل SCP میگه که وقتی که یکی از سویچ ها رو به عنوان روت سویچ انتخاب میکنی، اون موقع تمامی پورت های اون سویچ در حالت فورواردینگ قرار دارن، یعنی هر بسته ای که دریافت کردن بسته بی پی دی یو رو فوروارد میکنن به سویچ های همجوار خودش. پس تمامی پورت ها روی روت بریج هر بسته بی پی دی یو رو فوروارد میکنن به سمت سویچ های همجوار خودش. بعد میگه که روت پورت هایی که بر روی سویچ های غیر روت سویچ هست، ما در پروتکل SCP گفتیم یک سویچ با عنوان روت سویچ انتخاب میکنیم، روت بریج انتخاب میکنیم و سایه سویچ ها رو بعد کوتاه مسیرش پیدا میکنیم و RP و DP روش رو مشخص میکنیم. میگه تمامی پورت هایی که RP هستن در نقش فوروادین عمل میکنن و تمامی پورت هایی که DP هستن هم در نقش فوروادین عمل میکنن. یعنی همه این پورت ها بسای BPDU رو میفرستن سمت سویچ مقابلشون. ولی وقتی یه پورتی در حالت بلاک قرار میگیره، همون گام چهارمی که در پروتکل SCP وجود داشت، اون دیگه عملا فوروردینگ رو انجام نمیده و هیچ بسته‌ای رو از خودش عبور نمیده، چرا که به صورت منطقی اون خاموش شده توسط پروتکل SCP. یکم شفافتر بگیم، تو استاد جلوتر من خدمت شما توضیح خواهم داد. قبل اینکه حالا این موضوع رو مطرح کنیم، بگم خدمتتون که ما یه بسته BPDU داشتیم که اول استاد به شما گفتیم. در واقع BPDU یه پیامیه که در داخل فریم‌های اینترنت قرار می‌گیره و دستینشن مکادس اون BPDU هم میشه در واقع این آدرس، که این آدرس در داخل پروتکل SCP به عنوان آدرس مالتیکست محسوب میشه. مالتیکست هم بهتون گفته بودین قبلا، مالتیکست یعنی یک به چند، یعنی بسته میخوام از یک سویچی به چند تا سویچ ارسال کنه میشد مالتیکست. پس این آدرسی که بر روی بسته‌های BPDU قرار میگیره به عنوان آدرس مالتیکست محسوب میشه و داخل بسته BPDU این اطلاعات قرار داده میشه. یه بخش مدیریتی هست که توش پروتکل آیدی و ورژن و نوع مسیج و فلگایی که روش زده شده قرار داده میشه. بخش بعدی بی آیدی و اطلاعات مربوط به مسیر رو مشخص میکنه و بخش بعدی تایمرها رو اونجا مشخص کرده و هر بسته ای که عنوان بسته بی پی دی یو هست و رو سویچ ها در واقع ارسال میشه، این محتوا رو حتما خواهد داشت. پس سویچ ها برای اینکه به این نتیجه برسن کدوم یک از سویچ ها به عنوان روت بریج هست، در گام اول بهتون گفتیم یه سری بسته رو به همدیگه حساب میکنن و به این توافق میرسن که کوچکترین بریج آیدی مربوط به کیه و اون رو به عنوان روت بریج انتخاب میکنن. این بسته هایی که حساب میکنن همون بسته های BPDUه و اگر توش بریج آیدی هم وجود داره، بعد این سویچی این BPDU دریافت میکنه، بریج آیدی فرستنده رو خود به خود میتونه ببینه، بعد با خودش مقایسه میکنه، اگر بریجاتی فرستنده کوچیک‌تر باشه اون رو به عنوان روت بریج انتخاب میکنه. پس کاربرد بسته‌های BPDU هم مشخص شد در پروتکل SCP. نکته این که حالا اینجا در پروتکل SCP و بسته‌های BPDU حائز اهمیته اینه که هر بسته BPDU شامل مسیر یه سری دفعه کاستایی از مسیرهایی که اون سویچ تا روت بریج دارن نوشته شده. در اصل در هر بسته BPDU که از هر سویچ منتشر میشه، هزینه دوا کاست کمتر مسیر از اون سویچ تا روت بریج رو توی بسته خودش نوشته. سویچ ها دیگه از این کاست استفاده میکنن و وقتی که این بسته BPDU دریافت میکنن، کاستای خودشونو با کاستایی که دریافت کردن با همدیگه آپدیت میکنن. به این ترتیب کاستی که از هر سویچی تا روت بریج وجود داره به دست میاد. این کاری که در پروتکل SCP با استفاده از بسته‌های BPDU انجام میشه. و اما در انتهای این فصل من می‌خوام یه بحثی باز کنم که بر روی سویچ‌های سیسکو وجود داره. هر پورتی که روی سویچ‌های سیسکو وجود داره وضعیت‌های مختلفی داره. شاید ما تا حالا اینجور فرض می‌کردیم که پورت روی سویچ یا در حالت اینیبل یا داره کار می‌کنه یا اینکه کار نمی‌کنه هستن. در حالی که اینجوری نیست. بعد اینکه پروتکل SCP به وجود اومد، چند تا وضعیت به وضعیت‌های پورت‌های سویچ اضافه شد. من در حالت کلی پورت‌های سویچ سیسکو رو در 4 تا استیت بخش‌بندی می‌کنم: حالت بلاکینگ، حالت لیسنینگ، حالت لرنینگ و حالت فورواردینگ. اینا پشت سر هم اتفاق می‌افته و یه حالت دیزیبل هم هست که حالت یعنی خاموشی. وقتی که در حالت خاموشی هست و اینو روشن می‌کنم، میرم در داخل اینترفیس نشاطو می‌زنم. اول وضعیتی که پیدا می‌کنه حالت بلاکینگ، بعد میره حالت لیسنینگ، بعد لرنینگ، بعد فورواردینگ اتفاق میفته.
در حالت فوروردینگ پورت در حالت عادی قرار داره و میتونه فعالیت خودش رو در شبکه انجام بده. حالا چرا این وضعیت ها رو گذاشتن؟ به چه دلیل این کار رو گذاشتن؟ جلوتر خواهیم گفت. و خواهیم گفت که در هر وضعیتی چه کارهایی اتفاق میفته. من جدول اینجا آوردم، گفتم که وقتی که پورتی در یک وضعیتی قرار میگیره چه اتفاقاتی میتونه بیفته در روی اون پورته، در واقع چه فعالیت های اون پورته انجام میده. ساده تر حالتمون همون حالت دیزیبل بود، یعنی پورتمون در حالت خاموشی کامل قرار داره. وقتی که خاموشه پس روی سویچم من هیچ چراغی در واقع روی سویچم روی اون پورته روشن نیست و کاملا در حالت خاموشی قرار داره اون پورته. نکته مهمتر این که هیچ مک آدرسی نمیتونه از روی اون پورته یاد بگیره یا هیچ پسوردی نمیتونه از طریق اون پورته ارسال کنه. در واقع هیچ کارایی نداره اون پورته برامون وقتی که در حالت زیبه قرار داره. برای وقتی که من روشن میکنم در حالت اول به حالت بلاکینگ وارد میشه. در حالت بلاکینگ رنگش به رنگ کهربایی در میاد و تنها تفاوتی که با حالت دیزیبل داره اینه که در این حالت میتونه بسته‌های پی پی دیو رو ارسال کنه. دقت کنه که در حالت بلاکینگ حتی بسته‌های پی پی دیو رو هم نمیتونست ارسال کنه. بعد بلاکینگ میره تو مرحله لیسنینگ. لیسنینگ هم دقیقا همانند بلاکینگه ولی وضعیتش با هم دیگه متفاوته، نوعش متفاوته. نوع بلاکینگ به حالت استیبل بود، یعنی میتونست فقط ارسال کنه، ولی نوع لیسنینگ در حالت ترانزیشنال بود، یعنی هم دریافت کنه هم ارسال کنه. تفاوتی که بین دو تا وضعیت داشت این بود. بعدش وضعیت لرنینگ. تو وضعیت لرنینگ نکته که حائز اهمیت اینه که علاوه بر اینکه میتونه بی پی دی رو دریافت کنه، ارسال کنه، میتونه مک آدرس اون دیوایسی که به اون پورت وصله رو یاد بگیره. بعد در حالت فوروردینگ که گفتیم آخرین وضعیت و حالت استیبل و در حالت کامل قرار داره و رنگ چراغ روشن سبز میشه که نرمال تن حالت یه پورته، هم میتونه مک آدرس رو یاد بگیره، هم بسته رو میتونه ارسال کنه، دریافت کنه و همینطور کار خودش رو به راحتی انجام میده. در این حالتی که پورت در حالت نرمال به کار خودش در شبکه ادامه میده. پس اینجا من 5 تا حالت مختلف پورت‌های سویچ رو گفتم خدمتتون. من گفتم که در هر حالتی چه اتفاقاتی میتونه بیفته. با این فرضیات میره سراغ بخش‌های بعدی STP. قبل اینکه بخش‌های بعدی رو شروع کنم یه تایمرهای اینجا من مشخص کردم. گفتم که در STP بسته‌های هلو هر 2 سال یک بار به سویچ‌های همجوار ارسال میشه. ماکسیموم ایجی که در واقع ماکسیموم سنی که هر پورت STP منتظر میمونه تا از زنده بودن طرف مقابلش مطلع بشه، به اندازه 10 بار پیغام هلو هستش. یعنی 10 تا 2 ثانیه میشه، یعنی 20 ثانیه. یعنی 20 ثانیه صبر میکنه، بعد 20 ثانیه اگه از سمت مقابلش بسته هلو دریافت نکرد اون پورتو خاموش شده فرض میکنه. و متزمانی که برای ارسال بسته بی پی دیو در واقع فوروارد کردن بسته بی پی دیو تلف میکنه 15 ثانیه است. من این تایمر رو گذاشتم تا برسم به استاد بعدی. در وضعیت های مختلف پورت ها گفتیم که هر پورتی میتونه 5 تا وضعیت داشته باشه که با حالت دیزیبلش من کار ندارم، حالت کاملا خاموش بود. این 4 تا حالت در پروتکل STP بحث میشه. حالت بلاکینگ زمانی بود که من میتونستم فقط بسته رو دریافت کنم، در واقع بسته رو فوروارد کنم فقط. در این حالت نگاه میکنه به سویچ مقابلش، اگه حد اکثر زمان اون حالتی که مطمئن بشه سویچ مقابلش در حالت نرمال قرار داره، یعنی 20 ثانیه رو صبر میکنه، اگه 20 ثانیه تمام شد متوجه میشه که اون بسته در واقع حذف شده، در واقع اون سویچ در شبکه وجود نداره و وضعیت اون رو در حالت بلاکینگ قرار میده. اگه اینطوری نبود میره حالت لیسنینگ. حالت لیسنینگ هم گفتیم که چه اتفاق میفته؟ فقط 15 ثانیه زمان میبره که بسته بی پی دیو رو فوروارد کنه. بعد در حالت لرنینگ هم همین اتفاق میفته. برای اینکه مک آدرس رو یاد گرفت 15 ثانیه زمان میبره تا این بسته دوباره فوروارد کنه. در حالت فورواردینگ هم که با حالت عادی خودش ادامه میده. پس دقت کنید هر پورتی که بخواد شروع به کار کنه تا برسه به حالت فورواردینگ احتمالش هست که نزدیک تقریبا 50 ثانیه زمان بکشه که اون پورته آب بشه. این شاید برای کاربرای عادی یکم زیادتر باشه، حوصله کاربر عادی رو ببره و شاید هم لزوم نداشته باشه که اتفاق بیفته. پروتکل STP این کار برای این انجام میده که متوجه بشه که پورتی که بهش وصله از لحاظ سلامتی درسته و با اضافه شدن این پورت به شبکه من هیچ اختلالی در شبکه من به وجود نمیاره.
اینا برای این داره گفتن که بر روی سویچ‌های سیسکو یه امکانی هست به اسم پورت فست. در واقع پورت فست میاد وضعیت پورت ها رو چند محله زودتر میرسه به حالت فورواردینگ. این چهار تا استری که گفتم خدمتتون، بلاکینگ و در واقع لیسنینگ و لرنینگ و فورواردینگ، به خاطر پروتکل STP باید انجام بشه. ولی وقتی که پورتی که به سویچ متصله یه دونه سویچ نیست و امکان ایجاد لوپ وجود نداره، حتما یه کلاینت، یه دونه کامپیوتر معمولی یا یه چاپگره، پس لزومی نداره که شاید این مراحل انجام بشه و کلاینت منتظر بمونه که دونه به دونه وضعیت‌ها تغییر پیدا کنه و پروتکل STP از وجود لوپ مطمئن بشه. لذا اومدن برای سویچ های سیسکو یه ویژگی به عنوان پورت فست گذاشتن و گفتن که زمانی که مطمئنی یه کامپیوتر متصل میکنه به یه سویچ و لزومی به چک کردن STP وجود نداره، ویژگی پورت فست روی این پورت فعال کن و این باعث میشه که از حالت دیزیبل که خاموش بود مستقیما بره به سمت فورواردینگ و دیگه انقدر منتظر این مراحل نمونه. پس ویژگی پورت فست که ویژگی‌های مهم سویچ‌های سیسکو که برای یه جورایی غیرفعال کردن عمل کنترل لوپ در شبکه برای پورت‌های کلاینت، اینا معمولا روی سویچ‌های اکسس انجام میدن، چون سویچ‌های اکسس که به کلاینت‌ها متصل میشه. هیچ موقع پورت فست روی سویچ‌های دیستریبیوشن یا کور فعال نمی‌کنیم. پس وقتی که ما پورت فست روی سویچ فعال میکنیم، ریسک ایجاد لوپ هم به شبکه‌مون اضافه میکنیم، چرا که عمل کنترلینگ روی این پورت انجام نمیشه. پس باید خیلی حواسمون جمع باشه، چرا که عمل لیسنینگ و لرنینگ توی این محله انجام نمیشه، مستقیما از حالت بلاکینگ میره به حالت فورواردینگ. در واقع درسته که کلاینت ها راضی میشن و میگن که زودتر پورتمون آب شد، ولی این ریسک هم به شبکه‌مون اضافه میکنیم. لذا باید حواسمون باشه اگر مطمئنین اگر کلاینت متصله به اون پورت سویچ، اون موقع ویژگی پورت فست رو فعال کنیم، وگرنه بذارین STP کار خودشو انجام بده. از اینجا به بعد فرض میکنیم که پروتکل STP در شبکه ما فعالیت خودش رو شروع کرده، درخت پوشا رو ایجاد کرده و در صورت ریداندنسی هم شبکه داره کار خودش رو انجام میده. ولی شما حالت یا فرض کنید که یک تغییری در توپولوژی شبکه هم به وجود میاد، اون موقع STP چیکار میکنه؟ فرض کنید یه سویچ ما از مدار خارج میکنیم، بدیهیه که پروتکل STP باید به روز بشه. چجوری این کار انجام میده؟ در حالت نرمال وقتی که STP رو شبکه همون کار میکنه، فقط روت بریجی که بسته BPDO به سویچ مقابلش ارسال میکنه و لزومی نداره که سویچ های مقابلشون که BPDO دیگه ارسال کنن به سمت روت بریج. پس در حالت کلی، در حالت عادی شبکه، فقط روت بریجی که BPDO رو ارسال میکنه. ولی وقتی که اتفاقی در توپولوژی شبکه به وجود اومد، تغییرات در شبکه به وجود اومد، هر سویچی که این تغییرات متوجه شد، یه بسته BPDO مخصوصی تحت عنوان TCN که مخفف توپولوژی چنج نوتیفیکیشن به سمت روت بریج ارسال میکنه. در واقع هر سویچی که متوجه تغییرات در توپولوژی شد، یه بسته رو تحت عنوان TCN به سمت روت بریج ارسال میکنه. روت بریج بعد اینکه اینو دریافت کرد، شاید از سویچی که متوجه این تغییرات توپولوژی شده تا سویچ روت بریج چندین سویچ وجود داشته باشه. لذا این سویچ ها این بسته های TCN رو دست به دست میدن تا نهایتاً برسه به سمت روت بریج. حالا روت بریج بعد اینکه این بسته رو دریافت کرد، BPDO خودش رو عوض میکنه و یه جورایی پروتکل STP دوباره ران میکنه و به سمت سویچ های مجاوره خودش دوباره ارسال میکنه. اینجوری است که روت بریج متوجه تغییرات توپولوژی در شبکه میشه. ویژگی دیگه ای که بر روی پروتکل STP وجود داره، ویژگی BPDO گارده. حالا دلایل این که این ویژگی ایجاد کردن رو اینجا آوردم، یه سری مخاطراتی در شبکه وجود داره که حالا STP در شبکه‌مون درست ران کردین، یه پروتکل خیلی مهمیه در شبکه‌مون، ولی این پروتکل STP خودش یه سری مخاطرات در شبکه ایجاد کرده. چه مخاطراتی میتونه بر روی پروتکل STP به وجود بیاد؟ شما فرض کنین که یه اتکر میاد یه سویچی رو به یکی از پورت‌های سویچ وصل میکنه و از قصد میاد عدد اولویت که گفتیم که عدد اولویت به همراه مکادس میشه همون BID سویچه، اونو بالاتر میده. در واقع عدد کمتر برش انتخاب میکنه، چرا که میخواد سویچی که اتکر وصل کرده به شبکه‌مون به عنوان روت بریج معرفی بشه. این یکی از مخاطراتی که بر روی پروتکل STP وجود داره. ما باید جلوی این مخاطرات رو بگیریم.
یا اینکه میاد در واقع چند تا پورت رو روی سویچ های مختلف وصل میکنه تا بشه اون پورت ها به عنوان روت پورت انتخاب بشه و بسته‌های متفاوتی رو در شبکه ارسال میکنه. و یا میتونه با متصل کردن یه سویچی که منیجبل نیست و SCP رو نفهمه در شبکه باعث ایجاد لوپ بشه. اینا مخاطراتی که در روی پروتکل SCP وجود داره و لذا ما باید جلوی مخاطرات رو بگیریم. ویژگی PPDuGuard میاد این کار انجام میده. در واقع PPDuGuard تضمین میکنه که این مشکلات ما نخواهیم داشت و به محض دیدن مشکلات اون پورت میاد خاموش میکنه. در واقع PPDU گارد میاد میبینه که هر دسته PPDU که دریافت میکنه از پورته قبلش مطمئن میشه که اون پورتی که دریافت کرده یه پورت اکسس پورته و یه سویچ دیگه به اون پورته متصل نباشه. و یا اینکه PPDU گارد اگر ویژگی پورت فصل روی سویچ فعال شده باشه مطمئن میشه که به اون پورته سویچ وصل نباشه، چرا که دسته که سویچ وصل شده باشه امکان ورود لوپ هست. و یه سه کار دیگه که PPDuGuard انجام میده تا مطمئن بشه که لوپ در شبکه‌مون ایجاد نشه. و این ویژگیه که به همراه پروتکل SCP بر روی سویچ سیسکو گنجونده شده تا خللی در عملکرد پروتکل SCP به وجود نیاد. تا اینجا ما پروتکل SCP رو بررسی کردیم، گفتیم که پروتکل SCP به چه صورت عمل میکنه، الگوریتمش رو با هم دیگه بررسی کردیم و مزایاش رو بررسی کردیم که در شبکه چی میتونه باشه. بعد یه سری ویژگی معرفی کردیم که برای اینکه پروتکل SCP درست کار کنه گفتیم که این ویژگی حتما تو شبکه لازمه که فعال باشه. ولی بعد اینکه پروتکل SCP در شبکه آران شد، ادمینای شبکه احساس کردن که شبکه یکم کند شده و اون حالت عادی خودش رو نداره، هرچند که مزیتی محسوب میشه در واقع استفاده از پروتکل SCP، ولی کند شدن شبکه بعضن کلاینت‌ها رو تحت فشار قرار میده و حوصله کلاینت‌ها در واقع حوصله کاربران شبکه رو میبره و این باعث شده که یه سری تغییرات روی پروتکل SCP به وجود بیاد. حالا بعد اینکه پروتکل SCP معرفی شد، یه سری پروتکل‌های دیگه معرفی شد که توسعه یافته‌های SCP محسوب میشد. مثلا سیسکو اومد PVST رو معرفی کرد، در واقع SCP که به ازای هر ویلن تعریف شده رو معرفی کرد، گفتی که روز سویش ما میشه SCP، ولی سیسکو اومد SCP رو به ازای هر ویلنی تعریف کرد. و یا اومد بعدش PVST پلاس رو معرفی کرد، مثل همونه ولی یکمی بهبود یافتهش. و یا رپید PVST پلاس رو معرفی کرد. اینا چیزایی که سیسکو معرفی کرده. بعد سازمان IEEE اومد دو تا پروتکل توسعه یافته SCP معرفی کرد، یکیش هست رپید SCP، در واقع یکم الگوریتمش عوض کرد، بهبود داد تا سرعت پروتکل SCP بهتر بشه، و یکم مالتیپل SCP، در واقع SCP چندگانه. ما توی این کتابتون RSTP رو بحث خواهیم کرد، رپید SCP، در واقع SCP بهبود یافته که سرعتش رو کمی بالاتر برده. RSTP زیاد فرق نداره با SCP و توی یه سری از مراحلشون یه کمی تغییراتی دادن، لذا اگر کسی SCP رو خوب بفهمه RSTP هم براش کاری نخواهد داشت، با خوندن یکی دو صفحه متوجه تفاوت‌های بین RSTP و SCP خواهد شد. مهمتر نکته‌ای که وجود داره این که RSTP خیلی سریع‌تر از SCPه، خب به خاطر همین هم اصلا به وجود اومد RSTPه. داخل الگوریتم تغییرات اعمال کردن، گفته که ساختار PPDU ها تقریبا یکسانه و PPDU ها رو در هر دو ثانیه یک بار ارسال میکنه، اینش کاملا با STP یکسانه. ولی اومد روی نقشایی که روی پورتا داشت، ما گفتیم که روی پورتا 4 تا نقش داشتیم، بلاکینگ و لیسنینگ و لرنینگ و به اضافه فورواردینگ، اومد اون نقشا رو عوض کرد، یکمی بهبودش داد. همچنین ما یه سری تایمرا داشتیم روی پروتکل STP، میگفتیم که در حالت بلاکینگ 20 ثانیه صبر میکنه و زمان دیلی که به خاطر فوروارد کردن در محله لیسنینگ و لرنینگ داشتیم هر کدوم 15 ثانیه زمان میبرد. این تایمر کم کوتاه‌ترش کرد تا یکم این سریع‌تر کار کنه. و گفتیم که برای اینکه متوجه بشه که سویچ مقابل کار میکنه یا نه، تو STP 20 ثانیه صبر میکرد ولی اینجا اون آورده پایین و 60 ثانیه‌اش کرده. پس این سه تغییراتی که نسبت به STP داشتیم. ولی یه سه تشابه‌ها بین الگوریتم STP و RSTP وجود داره. تشابه به این ترتیبی که در انتخاب روت سویچ عیناً همانند STP کار میکنه، در انتخاب روت پورت هم مثل همون، همچنین انتخاب DP یا Designated Port هم مثل همون کار میکنه. در واقع تا اینجا SCP با RSTP هیچ تفاوتی نخواهد داشت، ولی گفتیم که وضعیت پورت رو عوض کرده،
کمی کمترش کرده وضع پورتا رو. دیگه لیسنینگ و لرنینگ نداره این. فقط از فوروردینگ و بلاکینگ استفاده میکنه. همچنین نقش پورتا رو عوض کرد. STP داشتیم که یه سری پورتا رو به عنوان روت پورت انتخاب میکنه، یه سری پورتا رو به عنوان DP یا دزیگنیتد پورت انتخاب میکنه و یه سری پورتا رو خاموش میکنه. در واقع هم زیبر پورت بود. این هم گام دوم، سوم و چهارم پروتکل STP بود. ولی در پروتکل RSTP دو تا وضعیت هم ازش اضافه کرده. گفته که پورتا دو تا نقش دیگه ای هم بهتره داشته باشن. اون دو تا وضعیت یکیش هست alternated port و یکیش هست backup port. در واقع اومده برای روت پورت ها یه دونه پورت جایگزین معرفی کرده و همچنین برای دی پی ها یه دونه پورت بکاپ معرفی کرده. پس alternated port همون پورت جایگزین برای روت پورته که اگه این روت پورت از کار افتاد این پورت خود به خود فعال بشه و همچنین بکاپ پورت، پورت پشتیبان برای دی پی یا دزیگنیتد پورته که اگر این دی پی از کار افتاد بکاپ پورت شروع کنه به فعالیتش. این تفاوت اصلی بین پروتکل STP و RSTP است. اینا من به صورت شماتیک نشون دادم. به این ترتیب که RSTP به این گونه عمل میکنه که برای پورتای RP یوتون یه بکاپ تعیین کرده. اگر این RP مون باشه، همون روت پورتمون باشه، این پورت به عنوان alternated port انتخاب کرده. در واقع بکاپ RP رو این پورت معرفی کرده. حالا من کار ندارم چجوری کار میکنه، نحوه انتخاب بشه ترتیبی هست. و در حالت کلی به این ترتیب کار میکنه. در همین حد هم بدونید کافیه براتون. و برای این روپورتمون هم این پورت به عنوان آلترنت انتخاب کرده. حالا شاید بگین که بشه دردمون خواهد خورد که آر پی که مشخص کردیم این پورت به عنوان آلترنت انتخاب کرده، جایگزینش انتخاب کرده. اینم واسه شک نشون دادم. شما فرض کنین که این پورت که آر پی بود در واقع مشکل پیدا میکنه و این دینکمون از بین میره. در STP برای که این اتفاق افتاد مجبور میشه که یه بار دیگه پورتکل STP ران کنه تا RP رو به دست بیاره و یکم زمان بر بود. ولی پورتکل RSTP چون برای این روت پورتش یه دونه جایگزین معرفی کرده بود، بلافاصله پورت جایگزین رو به عنوان روت پورت انتخاب میکنه. به بسته‌ها به جای اینکه از این سمت بفرسته سویچ 3 به سمت سویچ 1 از این سمت میفرسته. اینجوری سرعت SCP افزایش پیدا میکنه و تغییراتی که در توپولوژی اتفاق میفته زود پوشش داده میشه. این در واقع مزیت عمده RSTP شد نسبت به STP. در همین حد در مورد RSTP بدونی به نظر من کافیه. اگر وضعیت ها بین STP و RSTP با هم دیگه مقایسه کنیم وضعیت پورتاشو، در STP ما 5 تا وضعیت داشتیم. دیزیبل همون در حالت خاموشی بود، بلاکینگ و لیسنینگ و لرنینگ و فورواردینگ و هر کدوم یه کاری انجام میدادن. در RSTP دیزیبلینگ یا همون خاموشی به اسم دیسکاردینگ در واقع معرفی شده و بلاکینگ هم در حالت دیسکاردینگ معرفی شده و این دوتا به حالت دیسکاردینگ گفته شده در پروتکل RSTP. بعد لیسنینگ کلا حذف شده در RSTP، اصلا استفاده نشده و دو حالت لرنینگ و فورواردینگ به قوت خودش در پروتکل RSTP باقی مونده. پس این مقایسه وضعیت ها بین STP و RSTP هست. و به عنوان آخرین بحثمون با گفتم که یکی از پورتایی که مشخص میکنه RSTP بکاپ پورته. در واقع بکاپ پورتا رو به عنوان پورت پشتیبان برای دزیگنیت پورتا انتخاب میکنه. این شماتیک مثالش اینجا آوردن که متوجه بشه که بکاپ پورتا منظورمون کدوم پورته. شما فرض کنین که بین این دوتا سویچ ها دوتا مسیر وجود داره و این پورت به عنوان دزیگنیت پورت انتخاب شده. در پروتکل RSTP این پورت خودش به عنوان بکاپ پورت انتخاب میشه و به صورت منطقی اونو خاموشش میکنه تا اگر این پورت همون E1 و 1 مشکل پیدا کرد خود به خود این پورت رو روشن کنه و به کار خودش ادامه بده. این هم مثال بود بر بکاپ پورت.